به باورش تابو شکنی می کند. دوست دارد در عالم خیال باشد، بدور از سنت ها، عرف و عادات، آن هم در کشور سنتی چون افغانستان. اژدها یک چیزی است، یک مثلا یک حیوانی هست که در واقعیت هیچ وقت وجود نداشته. این چیزی است که خود انسان ها از تخیلات خودشان درست کردنه و بخاطر از او همین خلاقیت انسان ها، همین چیزایشان بر من خیلی جالبه بخاطر از او و این تتو را زد. هنرپیشه سینما است. میگوید خالکوبی را برای زیبایی بدنش انجام میدهد. نخستین بار این اژدها را در سریال امریکایی بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز دیده بود. حال تتو زنای خوب پیدا شده. از او خاطر آمدم تتو زدم و چیزی که دوست داشتم. مثلا من علاقه زیاد به دراگون اژدها داشتم. آهو شهیدی این حرفه را در بیرون از کشور آموخته است. اما میگوید خالکوبی در افغانستان پیشینه‌ای دراز دارد. تاتو یک هنر خیلی قدیمی است که خانمای ما افغان ها در قدیم خالکوبی میکردن، مثلا پیشانی خدا یا مثلا زناق خدا. فقط فرقش با گذشته ای است که آله با دستگاه های پیشرفته و مدرن تر، مثلا با سوزن های پیشرفته و جوهر های خوب آله مردم تاتو میکنن. شماری پسرانی که خالکوبی میکنن بیشتر از دختران است. مشتری های ما که است عموما طبقه اوناست و زکور است. طبعا در افغانستان زکور بیشتر از اوناست کار میکنه تطوره و نظر به خواستشان از گراف قلب، سه ستاره مثلا در گردن، عکس ها و اینا است که مثلا میخواین خودشان میارن ما میزنیم، مثل قلب است و جرقی برق است که در گردن مندازن. ما از سابقه میشه قدر داشتیم امید، مثلا همیشه اقدام دل ما بود که بریم تاتو کنیم. بخاطر یک استایل است، ما خوش دارم و واقعیت شوق ما است که تاتو باشد از جانم. بخاطر یک بسیار معقول مالو میشه در بدن که بعضی بلوزا را میپوشی، بعضی اخقاقا را میپوشی، بسیار معقول میگه. دستمزد پیشاوران تاتو را اندازه و نویت آن مشخص میکند. هر تاتو از 1000 تا 10000 افغانی هزینه برمیدارد. بعضی تتوها هستن خیلی ساده است، فقط لاین زده میشه، اما بعضی تتوها هست که سایه داره، پرکاری داره، نظر در تتوش هزینهشان تعیین میشه. با باور عالمان دین، احکام اسلامی در مورد این هنر چیز دیگر است. احادیث چیز زیادی ما داریم که در این مورد وارد است که پیغمبر گرامی میفرماید لعن الله الواشم والمستوشم، لعنت خدا بسری انسانه که او خالکوبی میکند، به صفت یک حرفه خود را قرار داده است و کسی که از او تقاضا میکند به هر دو جانب. اما جوانان در این باره دیدگاه دیگری دارند. خودم شکر مسلمان هستم، قرآن خواندم، حدیث خواندم، منتاد اسلام کدام آیت مشخص در قرآن نامده که خالکوبی حرام بوده باشه، کدام حدیث یا مشاره نشده که خالکوبی حرام است. منتها ملا صاحبا خو میگن طبعا حرام است، منتها در اصل در اسلام هیچ کدام ممانعت نداره. فلا یغیرن خلق الله، یعنی شیطان پیروان خود امر میکند که تغییر آنچه که خلقت است که الله جل جلاله آفریده است او تغییر بیارن، که یکی از جمله مصداق تغییر خلق الله خالکوبی است. بعضی از افغان ها تتو را قبول ندارن، فکر میکنن که این حرام است، اما من خودم هم در بچه ها تتو میزنم و هم در خانوما. اینجا زینب بیخیال از این همه باورها میخواهد در آینده های نزدیک طرح‌های بیشتر را روی بدنش خالکوبی کند. خالهای پر از خاطره‌ای که برای همیش در بدنش باقی میماند و تنها با عمل جراحی میتوان آن را برداشت.